خب دوستان عزیز و محترم، سلام و درود به شما و به امید خدا جلسه دوم از دوره اختصاصی و ویژه گلستان سعدی را شروع میکنیم. در جلسه قبل شرح و تفسیری بر دیباچه و یکی از حکایت‌های باب اول سیرت پادشاهان را خدمتتون عرض کردیم. امروش ادامه ادین با بشکیت لحکایت یک لبابی در سیرت پادشاهان. خب در سیرت پادشاهان وطمان واتا لا خلقوخو آکار چونیتی پاشایتی کردن بر و برایتی بردن بر پرسیاریتی ورگردن لو زمانه پاشا بو و سیستم ملکی و پاشایتی بو بلام هر امانه محتوایم حکایتو ام شعرانی گلستان سعدی هندک پیامی آکاری و اخلاقی جوانی بو ایم پی که اتوانین هر یک یک من بو خومن لجیانی تایبتی خومنه سودیان لیور بگرین جیبه جیان بکیم کسیک لمالو حسابی پاشای مالکه بو خوی بکات چون بریار بده، چون عادل بید، چون حکم بکد، چون معامله بکد، چون جوازی نکه لبینی من علاکان یا زور شد هیه لیره یا راسته ایسا پاشایتی نما ولان سیرت پادشاهان با کوی همو او برپرسیاریت یعنی دوتره که یه ملجیان مانا ممکنه بیت ری من ممکنه روش بی با بری و بری فرمانگه ممکنه روش بی با لیدرو پیشنگی کاملک خلق با سفره با گشته لبر او معنی توانین سوری چه که علی ورد بگیم. خب ادامه حکایت یک. بر طاق ایوان فریدون نبشته بود. خب طاق ایوان کی میدونه یعنی چی؟ طاق ایوان به سردری حالی کی گوره که پیدالن طاق که چی تجوره و سردری کو بابلین دروازه کی گوره بسر دروازه کی فریدون پاشا و نوسرا بو نبشته بود نبشته همان نوشته است نوشته کن پیانو تو نبشته بود بله بر سردر کاخ فریدون پادشاه نوشته بود چی نوشته؟ این سه بیت که در گلستان بهش اشاره میده جهان ای برادر نماند به کس دل اندر جهان آفرین بند و بس مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کشت چو آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چه بر روی خاک سه بیتی پر معنا پر واتا و زور جوان الی دنیا و حتی جیان و جیانی که ایم اتیاجین ای برای من ای برای کم ایو کسی که گید لیه ای مروف نماند بکست دنیا با کس نماند یعنی ای برادر جهان برای هیچ کسی نمیماند ام جیانی ایم اتیاجین دنیا با کس نماند تو چرا؟ چون کل نفسین ذائقت الموت پدر بزرگان ما کجا رفتن؟ مادر بزرگهای ما کجا رفتن؟ پیشینیان ما کجان؟ همه باید شربت مرگ را چی؟ بنوشیم. خب الان دانستیم که این جهان برای هیچکی باقی نیست. خب مادامی که اینطوره به این شکل و این حقیقت داره دل اندر جهان آفرین بند و بس گاهتا دل تنها به یکی که ببسته رو تنها دلت بده به یکی اویچ که؟ جهان آفرین، جهان آفرین کیست؟ خدای رحمان و رحیم، خدایی که این جهان را خلقت کرده. مادام دنیا باقی نیه و هیچ کسی عزیزکم وره تنها دل بخوا و بسته او کسی که جهانگی درست کرده. مکن تکیه، تکیه یعنی اوه، اوه، اما تکیه یعنی پال دانوه، پال مدروه بر ملک دنیا پال میروه، دلت خوش نبه با پشتیوانی خودی مزانه ام ملکی دنیای و به همان شوه پشتی شیطه مکه
نزور دلت بيب بسرنوا بملكي دنيا وبسروتي دنيا وبخوشي وملذات وخوشي كاني دنيا وا نتاوت هاي روب شو نا بشتي شي تيب قبل ايتر هي من نعم يوجي نيت ومن عزيل بيقول السوشيكا هاي قبل ايتوا من وازم للدنيا دارتي انا نانا غلطة وكوتشون ده فرمون بو دنيا وا بجي كانه بياني دمريت وانيا كبياني نامريت حتى حتى احنا نامريت وبو قيامتي جوا هولبا كانه بياني دمري يعني شي اما يعني هاوسنجيك وبالانسك رابغرا دنيا وكو وسيليك او اندا كاروب شو كبيستيتا با دنيا ببي ببنديتو تو ما ببندي دنيا سعديه فرمي ما كنت كي بر ملك دنيا وبوش هم قالي شي بي ميرو بفالبش تي مزانو هم بيشتي شي تي مكا بو که بسیار کس چون تو پرورد و کشت که هرم دنیایی که تو ممکنه راج به هل خلطه زوری که وکو توی پرورده کردو لنجامی شا چی؟ کشتی ایوه اما من پیبله بقدر جیانی خود پیوستی خود لذت و چیجی خود لدنیای هاو با بلام اماش لبیر به ام دنیای باقی نیه بلکو فانیه دنیای باقی ارنیه دنیای بقا کیه اولا بویا لای فارسکان علی فلان کس دار فانی را وداع گفت وداع و به دار باقی شتافت فلان کس ام دار فانی ام جهان به فنا که جهان کثیفتی فنایه یعنی نام نه تو بو کس خو حافظی لیکو برو دار البقا رو دار البقا کجاست اولا یا جانی دوای مردنا که او هتا هتایه ام دنیای یک هنگا و بو می تو گی با خلود به نمری بلام سربرز او کسی که جیانی کی نمری بهشتی دست که نک جیانی کی نمری جهنم چو آهنگ رفتن کند جان پاک کاتی که هاتو ام گیانه ام روح روانه تو ایتر هنگا و دنیا برو چی؟ برو روشتن برو بجیشنی ام دنیای برو مردن مرحله و خطوه مردن چه فرقه اگه که؟ چه بر تخت مردن چه بر روی خاک چه جوازی کیه؟ تو مادام امری چه جوازی کیه؟ لسر تختی پاشایتی بمری یعنی خیر وکو کسی که فقیر و هجر لسر او خاک بمری وقتا لکاتی مردنه پاشا و گدا هیچ جوازی که نیه هیچ چیش لگل خوانه نابن مگر اعمال و کردوی چاکی دنیایه واضحه اما وکو بیرخسنوه یک بوی ممروف بیر من به همیشه دنیا بکین بندهی ارزوکانی خوامن نگ ببین به بندهی ارزوکانی دنیا واته دنیا وکو وسیله سیر کن نگ وکو هدف و آمانجه دنیا بو به آمانج بو هر کسیک سر لیشیوه و به خسیر دنیا والآخر نا لدنيا لذتو تشيج حقيقية قيدة سكي نا أولاش يعني أملاش يدوري أولاش جهاني برادر نماند بكاس دلن در جهان آفرين بندو بس ما كنتك بر ملك دنيا و پشت كه بسيار كس چون تو پرورد و کشت چه آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چه بر روی خاک برید حکایت شش ماوسا شیروان حکایت شش چکه ایو کتابه که تن پیه؟ نه ایو نه او هم کتابه اینه که هم پیه خب ما از یک میریم شش اما اما چینه یکم چینه شش چونکه اما برلین حل گزره یکا لگلستان لساشستی او کتابه لساشست با حفته همون نه ناو اما اگر انشاءالله اگر توانی منو و بقسمتی کرد تکمیلی هموی ابو کتبه لگل یاری یکی را از ملوک عجم حکایت کنند لیکی اگل پاشاکانی عجم عجم به کیه اتره؟ به پاشای غیر عرب ما عرب داریم عجم داریم ملوک جمعی ملکه یعنی پاشاکان لیکی اگل پاشاکانی
فارسوا يا غير عربة ودجرنوا حكايات كنن يعني دجرنوا كدست تتاول بمال الرعيات دراز کرده بود كدست تتاول لره دزدريجية يعني دستي كلوبة دزدريجي كردنو خواردني مال الرعيات رعيات يعني چي؟ يعني خلق آسايك أو خلق كشير دسته وجور عزيت آغاز کرده و ستمو آزاردانی ام خلق فقیره دست بیا کرده بود تا به جایی که خلق تا کرگشت و جگه کشوین یک استه که خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتن تا خلق لم فیلو طلقو نارحتی ظلم استمی ام پاشایا چیان کرد؟ به جهان برفتن یعنی به جای دیگر برفتن علی ره اما بس یه او شوینیان ترک کرد و جیان هست چونه ناوچه کیتر نشته جبون که نشه ده صلاتی اما نبن و از قربت جورش راه قربت گرفتن قربت یعنی ناراحتی سختی لسختی جور یعنی ستم لره الله لسختی و ناراحتی ظلم استمی ام پاشایا ریگه غریبیان گرت بر و او شونیان بجهشت چون رعیت کم شد که برنجام بو بچی خلقی اون او چه دانشتوان کم بونه ارتفاع ولایت نقصان پذیرف دهاتی او ولایت او ولایت یعنی او منطقه اون او چه که لجر ده صلات و پاشه ابو برو کمی روی دهاتی نما پارو پول که لخلقی ورگر وکو باجو سرانه ای که خلقی اگنه به باجو سرانه بابتو دهات کمکا و خزینه توهی من و خزینه و صندوق و باقی ولایت کچی بطال مایو و دشمنان زور آوردند مادم پاره کم بوا ای پاره پشتیوانی ده صلاتا لبرو ده صلاتا کش برو سستی و لوازی روی دشمنکان لم کاته زخت و زور یعنی نا بو ولایت هر یک ولی شوینه که پلا ماریه ده دو به شعری جوان من بوینه دعای ادامه کهیم هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد سعدیه فرمه هر کسی فریاد رس یعنی بدم و حاتو کسی بدم تو بی کسی لپشت بی و یارمتی با علی کسی که یارمتی درو بدم و حاتنی روزانی ناراحتی بید ما بس دی او بی که روزانی سختی خلق بین بدم تو ابی چی بکا گو پی بله یعنی بگو یعنی بو کسا بله در ایام سلامت به جوان مردی کوش لکاتی که تندرست و سلامت و وسع آسایی و بارو دوغ زور زور آسایی چی بکن؟ جوانمیر با حول با جوانمردی بکن حول با پیاوتی بکن حول با بدم خلق و بی حول با بارو جیان و بارو دوغی خلق چاک بکن کواتبه ایم با کسانی که دانوه لروجی ناراحتی خلق بدم یعنی و بچه به چیان پی بلین؟ تا سلامتی، تا تندرستی، تا پارد هی، تا صحت هی، تا ده صلات هی لگل خلقا باش با چون که امن ما کس نه بدم تو باوکیک حیوان اکسر بره الله کری خوام من دمیوه دعوتی بکم برو خیرا برو درود راو سیانم با بان که با بین نانه که چاکیان بینه و دعوتی که خوش بایم بیکو کراش رای کرد دستی کرد به هوار کردن لگر کار با خاطری خواه را کن فریا من که اون مالکه من سوتا هموی شش حوکز ها بده میهنه شش حوکز حتن تن کوه که اون تیکا گفت شنو جورو لجورو سوتا و که حتن جورو با که تو رولا بود شی خواهیم بلا اندی که ما صد دراسه مانه تی با که جنبا خواهی رو مانه دراسه مانه هر امانه اهلی چاکن کسی که با نارحتی نه بدم توه با شایی نتوه جامع بس اما يا شو ورا كارب كا لروجي ناراحت يا لروجي كميا لروجي نبونا با خلق بدم توبه بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود تنانت بنده یک که القلجوی تویا کلو سردمانه کنیزو بنده و امانه هبوا کار کرو او شانه هبوا لسردمی سعدی هم شانه هبوا الله تنانت اویش که بنده یک لبردسی تویا اگر ارنا نوازی یعنی اگر ناز و نوازی شی نکی اگر بدم یو نبی اگر بدلی او هل نصر یعنی حقی ندیتی ما فی خوی ندیتی اروا بجه دیاله
برابد لطف کن لطف بس شاکب که شاکب بردوام شاکب که لگر خلقه بو چه بیگانه شود حلقه بگوش اگر هاتو لطفت نکرد چاک نبوی هر ام حلقه لگوی که لبردستای و بنده تو یا خوی به دلسازی تو ازانه دلنیا ببه به بیگانه یک بو تو یعنی چی اما؟ یعنی وام ماله والا اما نزی که خوما قینا که تازه ها نه نه بعکس او زور زور اگر لیبه هر ام نزی که روش اگر حقی خوی نیده ما فی خوی نیده دبیت بیگانه کولی و چی هر او ضربت لیبه باشا کواتا پاشا یک من هبو ام پاشایا پاشا یکی غیر عرب بو ظلم استمی زوری لخلق کرد خلقی تنگتاو کرد بو خلق کش ناچارو ناوچه بجیش بو روشت بو بویا داهات کم بو خزینه بطال بو و دجمنان زوریان هینا باری بله عطی نسر بشی دومی سلام آقا در مجلس او کتاب شاهنامه می خواندن روشک لمجلسی هم پاشایا که بس من کرد کتابی شاهنامه اندخونده و کتابی شاهنامه آثاری که ارزشمند و نمری فردوسیا که لتاریخ ادبیات ایران حتا حتایا جیشانازیا باید دخوانده و بدنگی برد در زوال مملکت زهاد و عهد فریدون چیان باسه کرد؟ چه بشه لشهنامه یعنی خوانده و؟ باسی به سرحاتی زحاک و فریدون یعنی کرد باسی وانه کرد که چون زحاک مملکتکی لدست ده باشه ده صلاتکی لدست شو و چون پاشا فریدون هات سر تخت بشه لشهنامه باسی زحاک و فریدون من بود که کابه آهنگر و زهاد وزیر ملک را پرسید یکی لوزیرکان که لمجلسکه ابو پرسیاری لپاشا کرد یعنی وزیر از ملک سوال کرد وزیر ملک را پرسید یعنی وزیر از پادشاه سوال کرد هیچ توان دانست فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر وی مملکت مقرر شد وتی آیا دزانی فریدونک که نه ثروتی هبو نه ده صلات و ناوچه یکی میرنشینی و نه خادم و سرباز و حشم و خدم ازانی چون مملکتو ده صلات داری و میرنشینی و ده زهنه بر وی مملکت مقرر شد یعنی قدری الهی وابو که بو به ده صلات دار ها ده سر تختی پاشایی وزیرکه ایوه درزی کیه دابا ایوه درزی پاشا دابا بایه بم پرسیاره دست بیاکا الله زانی فریدونه که هیچ کاره بو شخص بو شخصی که اسایی چون به بد صلات و به قدرت و به پار و به سرت و سامان و میر نشینی قدر الهی و ابو هات سر تخت ازانی بفرمایید آقا گفت پاشا ولا مدد او تی چنان که شنیدی خلقی برو به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و تی ای وزیر و کو خوشت چاگ زانی خلکانک به دوروبر یا کوبو نوا به تعصب یعنی او هستی که انسان والیه که لسر آمان جه مجموعه کوک ببنوا زحان ظلم استمیه کرد استمکار بو بیستو تانا سری گنجیلیه کرد و میشکی گنجکانی در اینا و ایدا به دو مارکه خوی افسانه اما بلا امانه ام کودانه تو توانی وکو هماوری گری بوشت جوانکانی نوشانی خو من که ایسا زحاق صفت منظوره لم سردمه ها فریدون معنیه فریدون کم فریدون خلیلی که بیت و بسید سریم زحاقان پند کرده و علی ره پاشاو تی خوش چا گزانی هنی کس به دوری ام پاشایا به دوری فریدونا که بونوا او هستی شورش للاند روز بو و یرمتی اویانده و پادش و تقویت کردند و پادشاهی هم بایه بهیز یان کرد فریدون یان بهیز کرد و گشته چی؟ گشته پاشایتی پس گفت دات وزیره که وطی ملک چون گرد آمدن خلقی ملک ای ملک وطی ای پاشا چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهیست تو مر خلق را پریشان برای چه میکنی؟ وطی ای پاشا باشه استکه کوبونوی مجموعه خلق دبیت هوی اوی کسی لسر تختی پاشایتی دابنین ای باشه تو بو ام خلق عزیت و آزار دادی بو پریشانی اندکی بو راو دوی اندنی بو اون زختیان بو اینی نجیر ده صلاتی تو را کنو بشنه ناو چیه کی تر
مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ ای باشه نده بپلای بود تو نده پادشاهیتی بکی؟ یعنی این نده پادشاهیتی که بردام به؟ همان به که لشکر به جان پروری که سلطان به لشکر کند سروری. و تی باشترین کار اویا که سربازکانی خود به دلوگیانی خود پرورده بکی تو اگر لیان بیو بدم یعنی او بی بو چون که سلطان به های او لشکره اویا که سروری و سیدی و سرداریتی و پادشاهیتی لکه اگر لشکره کد بی لشکری پاشاش کیه؟ او خلق فقیر هجاره. ملک گفت پاشاوتی موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا بر او رعیت گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست. پاشاوتی هوکاری کوبونوی خلکو سرباز لدوری من یکی پاشا چیه؟ پیم بله چی بکم؟ وزیرکوتی پادشاه را کرم باید ابه پاشا سخاوتمن به بده به دست بلاو به دست کراو به بو تا برو رعیت گرد آین تا خلق به دوری اکو ببنو و رحمت و ابه بزیشی هبه رحمتی هبه بو خلکا تا در پناه دولتش ایمن نشینن تا لپنای دا صلات و دولتا که اویا با امنیت و اسایش و خلقه بتوانه بجی قاعد دوشتا یکم خوش بجین دوام با امنیت و اسایش و بجی چطورا این هر دو نیست که ام دو صفت جنابی پاشا لطه ای نیا هیچ یعنی لطه ای وجودی نیا. خب نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرد چوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خیش بکند. طب یه ما یتی چی را که قبل هم سعدی دودو دوبی دوبی دک بین اهینه اما بیتانه همی وکو قصه نستقوان وکو نصیحت و آموزگاری و پندوان. نکند جور پیشه سلطان، الله سلطان اگر سلطانی حقیقی به ظلم و ستم نکا به پیشه خوی ستم نکا لخلقی خوی بو که نیاید ز گرگ چوپانی چون که به هیچ شیوه گرگ نتوانه شوانی بکن. گرگ همسه چیه که؟ اگر شوانی بکن چیه که؟ همو یخوا. یعنی ای پاشا تو اگر بتی به سلطانی بکن به صفتی ظلم و ستم لخو بدور که وکو گرگی که به حیاتی نتوانه شوانی بکن. پادشاهی که در ظلم افکن اگر هاتو پاشای ظلم و ستمی کر بپیشو پلانی خوی او یعنی چیه که های دیوار ملک خیش بکند او بدسی خوی خری که بنکنی دیواری ده صلاتی خوی که بردوام بنکن که بنکن که ام دیوار با خوی ورده ورده لرزو که بتا دار میت خواره و که واتا هر کسی چه پاشای چه مدیری دایره اکی چه گوره گروپ اکی چه باوکودای که لما علاوه دل نیابا ظلم استم که بورده ورده بدستی خود خریکا مسئولیت و برپرسیارتی خود متزلزل و سسته که اما پیامی اما خب کاتا بیرتان دین ما وزیرگن نصیحتی پاشای کر پاشا دبه باو شیوه بیت کچی پاشا ملک را پند وزیر ناسه موافق تبع نیامد. پاشا ام آموزگاری وزیر آموزگاری پیدرکی پی خوش نبو خلص بو پی روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. ده موچاوی گرش کرد لقصه وزیرکو پی نارحد بو و دی تو هیچی هم وزیر پی و دی پاشا تو هیچ صفت اکتی هنی پاشا تی ظلم استم اکی نه تو هنی خلق بداری خود اکو اکی تو ام قصه پی نخوش بو چی کرد؟ به زندانش فرستاد. او وزیر خسته سجنه و بسی بر نیامد اونده پی نچو یعنی زوری کی پی نچو یا ماوی یک دوائی اوا که بنی امش که آموزاکانی پاشا بنی امش چی نکوت ما با کیا گرده با پاشا آموزاکانی پاشا به منازعت برخواستن هستن برکابری کردن و بلا مریم پاشایا بو دوائی ملکی باوکی خواهنه کرد ایان وب میرات یمه ملکی با خو من لی دور گرینوا و ملک پدر خواستن دوای ملک و پاشایتی انا کریان وب حق به یمه و لی دور گرینوا
قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند او خلق هجار و فقیره که بس من کرد به حکاری دزدریجی کردن و ستول مستمی پاشا که نوچکن به جهشت بود چوبون مطمئن چونه غریبی و چونه شوه تر و پریشان شده و پریشان بوبون بریشان گرد آمدن لگل ام اموزهانه پاشایا و دوری اوان که بونه و دستیان خسته دستیان و بیعتیان دابو اموزهانه پاشا ظالمه و تقویت کردن و بون به حکاری به هیزی و به توانایی او جماعتی که ویستیان دجی پاشا چی بکن شورش حل گیرسینن تا ملک را از تصرف این بدر تا ملک از تصرف این بدر رفت و بر آنان مقرر شد لبر انجام که چی بو؟ اما ما زهنه لگم خلق نرازی که سپایی کن پیگنه و بون به حکاری چی؟ ملک از تصرف این ام اینه که ملکه آفرین تا ملکو میرنشین یکا لجب دا صلاتی پاشا درچو به در رفت یعنی درچو و بر آنان مقرر شد مقرر شد لیره یعنی نصیب بنی عمش شد شو جردسی اما زکان او خلق ناراضی که به دستی هم پاشای و نارحت بود بوی سعدیه فرمه پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست دوستدارش روز سختی دشمن زوراور است او پاشایی که ستم با جردستکانی خوی بر رواد زانه و ظلم و ستمیان لیدکا و دلنیایی و اوانه که دوستداری اون اوانه که روژه هاوری و رفیقو خلقو جردستی اون لرکاتی نارحت یکی دبنه دجمنی کی هرشبر لدجی او با رعیت صلح کن بس جنگ خاسم ایمن مباش ایمن مشین ایمن نشین الله لگل خلقی فقیر و هجارا لعشتیابا بدمیان اوبا بتنگیان اوبا لهمان کاتا بس جنگ خاسم لشر و شوری دجمن کانیشه ایمن نشین بخم مبا آگاش لدجمن کانیشه بی و آگاش لو خلق فقیر و هجارا بکا رعیتی تون جردستی تون تو رعی اوانی، پاشای اوانی زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است بو چون که هر پاشای که عادل به که یک ثانی کر به به دلنیای و خلق فقیر و هجار که دبه به چی بوی؟ دبه به لشکر بوی اما تو این لو بره شوی ما بوی بروانی هر که تک پاشا توانی معلومی که سکرالین پاشا برپرس مسئول توانی لکاتی امنیت و آسایش و خوشی لکات آسایی کانا بدم خلق او بی لکاتی ناراحتی شا دل نیا بخلق بدم تو دل نیا بخلق دبی بلش کرد اما پیامی ام داستان من